نپیوستن جمهوری اسلامی به پیمان جهانی مربوط به پولشویی و مقابله با کمک به تروریسم به نظر میاد که داره براش دردسر تازه‌ای درست میکنه. طبیعی هم هست این ایستادگی در مقابل در واقع مسبباتی که مستقیما زیر نظر سازمان ملل متحد داره اجرا میشه، دردسرساز برای هر کشوری که بخواد در مقابلش بیسته. این دو تا پیمان، یکیش مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که کنوانسیون پالرمو بهش میگن که تروریسم و گروه‌های تروریستی هم شاملش میشن، و پیمان دیگه کارگروه اقدام ملی بهش میگن که اساساً به پولشویی مربوط میشه، FATF. مسئله دیگه این توافق ضد پولشوییه. این هم یه چیز عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونم با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام ارشاکه FAFT. اینا برداشتن اینا امضا کردن ارشاکه که ببخشید من TAFT. این سندش من دیدم، سند من آوردن، من دیدم، متن انگلیسیشم دارم. همونی که جنتی گفت تو همون نماز جمعه سوم مهر 95 میگه اگه ما، آقای جنتی میفرماید که سند انگلیسیشو دارن و روش خوندن و اینا، میگن اگر ما بپیوندیم به این پیمانهای جهانی باید فاتحه خیلی کارا رو بخونیم. اینو راست میگه. اگر این مسئله اتفاق میفته دیگه ما باید فاتحه خیلی چیزا رو بخونیم، تسلیم بشیم در مقابل دشمن. برای اینکه آمریکا راضی بشه اونا تحریممون میکنن، خودمونم خودمون تحریم میکنیم تا به ما بگن احسان آفرین. خامنه ای که امام است آمد فرمان ملوکانه صادر کرد. بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شد، این در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذراند. فرض کنیم مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکنیم. قبول نمی‌کنیم دیگه، ما خودمون قانون می‌گذارونیم. برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ما خودمون قانون می‌گذارونیم. 8 سال پیش کارگروه اقدام ملی موسوم به FATF نام جمهوری اسلامی را در کنار کره شمالی به لیست سیاه خود اضافه کرد و مشکلات نظام بانکی ایران تشدید شد. با توافق برجام گروه اقدام مالی جمهوری اسلامی را به طور موقت از لیست سیاه خارج کرد و قرار شد طی 1 سال مسببات پیمان جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را عملی کند. تا خرداد ماه گذشته مهلت داده بودن به ایران، انجام نشد. 2 بار تمدید مهلت شد، آخریش تا 3 ماه دیگه است، حدوداً 3 ماه دیگه. FATF تا اکتبر 2018 به جمهوری اسلامی، کمتر از 3 ماه، به جمهوری اسلامی فرصت داده تا با پیوستن به 2 کنوانسیون بین المللی و اصلاح 2 قانون داخلی امکان خروج کامل رژیم از این فهرست را فراهم کند. مجلس و دولت به لوایحی استناد می کنند که 4 تا لایحه به اصطلاح 4 تا طرح دادن، دولت داد به مجلس و اینها دولت که خب خودش تنظیم کرده و مجلس اینها رو تصویب کرد برای اینکه تا حدودی به لااقل FATF نزدیک بشن و
دقیقاً به شیوه حسن روحانی وقت بخرن و چونه بزنن. بعد اون مسببات رو 26 تیر 96 شورای نگهبان رد کرد، مجلس تصویب کرده بود. بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که مثلا مرجع رفع اختلاف مجلس شورای نگهبانه، دو تا نامه داد به شورای نگهبان و دلایل زیانبار بودن پیوستن به FATF را توضیح داد. مختصر بهتون میگم که تو نامه آمده 17 تیر 97 میبینین دیگه. بله، با پیوستن به FATF گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد، مثلا گروه‌های جهادی مثلا خاورمیانه. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایر است. این یه دلیل. مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود کفایت لازم را ندارد. اونم که خط قرمز. خب در شرایط تحریم پذیرش این خیلی واضح تره. نامه، حالا بازم نامه رو نشون اگه میتونیم بدیم، این همون نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام ها. در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواستای مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی را که باید به کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد دچار خدشه می سازد. بله، ولی به هر حال با اینجوری شاخشونه کشیدن و لاتبازی به شیوه خامنه‌ای و اون تضرع جنتی و اینا، همه توافقا و مسائل بین المللی رو نمیشه گفت ما نیستیم. یه نمونه بگم، فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران گفتن در حال بررسی طرحی هستند که اگر نهایی شود حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی فعال خواهد شد. درست همین بحثی که از حدود 20 روز پیش تا حالا بوده، یعنی ایران بتونه از طریق بانک مرکزی اروپا کار بانکی بکنه علارغم خارج شدن آمریکا از برجام. اما اروپایی‌ها چیکار کردن؟ شرط اجرای این طرح اجرای قوانین FATF است. سایر دولت‌های اروپایی از جمله اتریش و سوئد نیز گفتن در حال بررسی اقدامات مشابه هستند. یعنی ول متلین آقای رهبر معظم انقلاب و جنتی و شاهرودی رئیس مجمع تشخیص و اذناب علیه السلام. مشکل اینا چیه که نمیخوان برن؟ مشخصا مشکلشون چیه که نمیخوان برن زیر بار پیمان جهانی مقابله با تروریسم و پولشویی؟ یه قلم پولایی که میدن به حزب الله لبنان و حماس سالی بیش از 1 میلیارد دلار، یعنی 10,000 میلیارد تومان. از کمک به گروه‌های جهادی به اصطلاح فلسطینی، چون میدونید دیگه معدودشون مال اون منطقه نوار غزه هستن، به اسم دفاع از مردم فلسطین گرفته تا اروپا و سر تا سر آفریقا. همینطوری هم نیست که مثلا سپاه قدس جاسوس بفرسته این ور اونور واسه پایگاه زدن و مزدور اجیر کردن و عملیات. همش از تهران سازماندهی و تأمین میشه. یه سرش تو بیت رهبر معظمه، مثل سازمان تبلیغات اسلامی و جامعت المصطفی. یه سرش هم تو دولت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. بودجه تک تک این نهادها از بودجه کل آموزش پرورش کشور بیشتره.
همین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که میگم تو وزارت ارشاد هم هست 303 میلیارد تومان بودجه سالانشه، طبق جدول بودجه سال 97 دو برابر بودجه کل کتابخونه های عمومی سراسر کشور و دو برابر بودجه سازمان اورژانس کشور. این فقط بودجه اختصاص یافته به یک سازمان از صدها سازمان برای گسترش تسلط ولی فقیه مسلمین بر جهان از سفره مردم بدبخت برداشته میشه. سر همه این فتنه هام، حتی همین که مثلا زیر مجموعه وزارت ارشاده تو بیت ولی فقیه. ببینین برای مثال آقای ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از مدیر کلی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هایشون رسیدن به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. رئیس این سازمان همین آقای ابراهیمی ترکمان، نقش دیپلمات هم داره. مثلا یک خبر کوچیک بخونم سریع بریم جلو. خانم اینجین، معاون وزیر امور خارجه اتریش در امور فرهنگی، 20 تیر ماه با ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار کرد و در خصوص تعمیق روابط فرهنگی تو کشور گفتگو کرد. حالا منظورشون از فرهنگ ایرانی اسلامی چیه؟ اینا که میگن برای این تعمیق. ترکمان در مراسم امضای تفاهمنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران گفت زبان فارسی زبان تشیع است و این قابلیت را دارد که در تمام نقاط دنیا زبان معرفی فرهنگ کهن ایرانی و اسلام اصیل باشد، که چه بکنه؟ تجلی بیش از پیش اهداف آینده نگرانه نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمهیدات لازم و برنامه ریزی منسجم برای نشر و ترویج سیاست‌های کلان نظام در عرصه فرهنگی خارج از کشور. یه پرانتز باز کنم، این همه جماعت که به اسم روشنفکر و فلان و اینا به اصطلاح میان طرفداری میکنن از اینکه جمهوری اسلامی ایران بله یک نظام، یک رژیم ایرانی است و زبان فارسی رو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، فلان میکنه، گسترش زبان فارسی براش خیلی مهم از این صحبت ها. این نمونه شده که میگه زبان فارسی زبان تشیعه، به این دلیل، به این دلیل که ما کلاس زبان فارسی میذاریم تا از اون طریق بفهمم ما چی میگیم، تا به اسم ایران شیعه، ایران اسلامی گسترش پیدا کنه. یک نهاد مهم دیگه جامعة المصطفی که کار اصلیش تربیت طلبه و مزدور عقیدتی است تو کشورهای دیگه، رئیسش علیرضا اعرافی، ریاست حوزه علمیه سراسر کشور و امامت جمعه میبود و قم را بر عهده دارد. اعرافی بدون شرکت در آزمون خبرگان از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری سال 94 تایید شد، اما رأی برای ورود به مجلس خبرگان به دست نیاورد. یعنی اینقدر طرف تعطیله. بعد شورای عالی حوزه علمی قم در تیر 95 همین آدمو با حفظ سمت ریاست جامعة المصطفی به عنوان مدیر حوزه های علمی سراسر کشور انتخاب میکنه. چرا؟ برای همین میگم سر گندش تو خونه رهبر معظمه، چون اینا آدم های اصلیشن. بعد اینا تو تک تک کشورهای آفریقا از شمال تا جنوبش حضور دارن، شرق تا غربش، چی کار میکنن اونجا که میترسن FATF و کنوانسیون پالرمو رو تصویب و اجرا کنن؟ بذارین من قبل از اینکه درباره تک تک کشور رو صحبت بکنم فقط به دو کشور اشاره بکنم و بعد بریم سراغ مهمان محترم برنامه. یکی غنا، که ببینید یک کشور کوچیک تو غرب آفریقا همسایه بورکینافاسو و توگو و ساحل آج، میگن 17% جمعیتشون مسلمانن، بقیه مسیحی، مسلمان سنی ان البته. هیچ پیوند اقتصادی و واردات و صادرات با ایران هیچ وقت نداشت. مراودات و بازرگانیش همیشه با آمریکا و اروپا بوده. حالا ببینید آبان 1396 دولت تدبیر امید صحبت کن. اینجا در آگرا پایتخت غنا، جایی که وزیر کشاورزی ایران میگوید ایران قرار است هم سد بسازد، هم کارخانه های صنعتی، هم در کشاورزی سرمایه گذاری کند، هم در معادن. مراسم آغاز احداث کارخانه سیمان در غنا. این کارخانه با سرمایه 30 میلیون دلاری ایران ظرف 2 سال در غنا ساخته خواهد شد. 30 میلیون دلار
کارخونه سیمان میسازه تو غنا. چند ماه قبلش اردیبهشت 96 یه بیمارستان ساخت که معاون رئیس جمهور غنا میگه ظرفیت پذیرش روزانه 300 تا مریض رو داره. In the Iran clinic, 300 patients at least every day come through here. Every day, at least 300 patients. And this is why it comes up to close to 100,000 every year. That is a huge contribution to healthcare in Ghana. جمهوری اسلامی ایران برای کمک فلان. ببینین دردش میگیره آدم دیگه که میره تو غنا بیمارستان میسازه، هیچ کاری هم ظاهرا باش نداره، روزی 300 تا مریض میاد. تو ایران واس چجوری؟ همینو با ایران مقایسه کنیم. یک قلم برای نمونه بگم، شهریور 96 جعفر احمدی فرماندار نکا در حاشیه بازدید بیمارستان بوعلی نکا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مراکز درمانی شهرستان نکا جوابگوی نیاز مردم این منطقه نیست اظهار کرد از جمعیت 120 هزار نفری شهری و روستایی نکا بیشتر قشر مستضعف و کارگر هستند و در همین حوزه با وجود فضای کم درمانی بل اجبار به شهرستان‌های دیگر پناه می‌برند. وی افزود بیمارستان آلوکنده با مساحت 10 هکتار و اسکلت سازی 37 هزار متر مربع که قبلا در اختیار تامین اجتماعی قرار داشت به حال خود رها شده است. این همزمان با افتتاح بیمارستان غنا. پس از چندی دانشگاه پیام نور عهده‌دار اجرای این طرح شد برای بیمارستان که باز هم بلا تکلیف روی زمین مانده است. خب چی بگه آدم؟ غنا چه نفعی برای جمهوری اسلامی داره؟ یک کشور دیگه جیبوتی 800 هزار نفر جمعیت داره، شرق آفریقا، اکثرشون مسلمان سنی هن. بسیار کشور فقیری است که نه کشاورزی داره نه معدن داره، یک کشور خوش که فقط به دلیل اهمیتش تو جغرافیای نظامی در واقع مورد توجه جمهوری اسلامی. ایدز، هپاتیت، حسبه، وبا، بیماری‌های فراگیر تو جیبوتی بیداد میکنه، ولی جمهوری اسلامی اونجا نمیره بیمارستان بزنه. فرض کنیم که بشر دوسته، نمیره اونجا بیمارستان، میره موقعیت نظامیشو بررسی میکنه، رفته بهشون گفته که بخواین نخواین ما باید یه پولی به شما بدیم. اونا ما خدا خواسته گفتن بیاین برای ما ساختمون مجلس بسازید. مجلس شورای اسلامی که به جیبوتی رفته در مراسم بهره برداری از ساختمان مجلس ملی این کشور، مشارکت ایران در ساخت این بنای مهم را بیانگر روابط نزدیک و تمایل دو ملت و دو دولت برای تقویت همکاری ها عنوان کرد. یکی از هدفاشون از این بنایی بیدریق تو جیبوتی خودشون توضیح میدن. جنی در نخستین برنامه سفر خود به جیبوتی از دو ناو رزمی پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در سواحل جیبوتی دیدن کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به زیانهای سنگین ناشی از فعالیت گروههای تروریستی در آبهای منطقه خلیج عدن گفت حضور ناوگان نظامی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه حامل پیام مهم حمایت ایران از ملتها در برابر تروریسم و نشان دهنده اقتدار نظامی و صلح طلب بودن ایران اسلامی. خب این کارا مشخصا همین دوتا ناوچه رو بردن به جیبوتی غیر از جنبه نمایشیش واقعا برای مبارزه با تروریسم یا برای تقویت حکومت تروریستی جمهوری اسلامی ایران دیگه تعارف که نداریم. دیروز پنجشنبه عربستان سعودی مجبور شد صادرات نفت و از این منطقه که دارین میبینین باب المندب از جیبوتی موقتا متوقف کنه، چون حوثی های یمنی وابسته به جمهوری اسلامی ایران دو تا نفتکش رو تو تنگه باب المندب با موشک زدن. تنگه باب المندب بین جیبوتی و یمنه، همون اهمیتی رو داره که تنگه هرمز داره. این دست کم یکی از دلایل سرمایه گذاری جمهوری اسلامی است در جیبوتی. بذارین قبل از این که گفتم ادامه بدیم این گزارشو، من برم سراغ
مهمان محترم برنامه که در خدمتشون هستیم، آقای حسن دایی. خوش آمدید به امشب صفحه آخر. آقای دایی دیگه از هر من شمسن، من فقط یه جمله بگم که پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران هستن، که خوش آمدید آقای دایی. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای دایی، قبل از اینکه مشخص تک تک روی کشورها صحبت بکنیم، بفرمایید که جمهوری اسلامی ایران تیتروار چه میخواد از آفریقا؟ چرا تو آفریقاست؟ از کنم که تا اونجایی که من مطالعه کردم در روابط و فعالیتایی که جمهوری اسلامی در آفریقا داره، اهداف متعددی رو دنبال میکنه. من به کدوم، به اون دوربین باید نگاه کنم؟ بله، شما به من نگاه کنید. عرض کنم که اهداف مختلفی داره. در رأسش اینه که صدور انقلاب یا صدور واپسگرایی اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی، که همونطور که شما اشاره فرمودید دو نهاد جامعه المصطفی و سازمان فرهنگ و ارتباطات این رو دنبال میکنن. در بیش از 30 کشور آفریقا حوزه علمیه و مدرسه اسلامی دارن، نزدیک به 5000 طلبه آفریقایی الان در ایران هستن و نزدیک مجموعش من فکر کنم نزدیک 100 مسجد، مدرسه اسلامی و حوزه دارن در مجموع. صدور افکار واپسگرای جمهوری اسلامی، جذب نیرو برای فعالیت‌های دیگر، یعنی اهداف دیگرشون، این هدف یکه. هدف دومش ایجاد پایگاه نظامی، عملیات تروریستی و اون چیزایی که مربوط به تروریسم و فعالیت‌های نظامیه. سومش اینه که از طریق روابطی که با کشورهای آفریقایی دارن بتونن تحریم‌های بین‌المللی رو دور بزنن. این برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه، بتونن اجناسی که میخوان بخرن. و مهمترینش اینه که اجناس ممنوعه‌ای که بخصوص مربوط به تسلیحات و مربوط به برنامه هسته‌ای رو بتونن تهیه کنن. هدف دیگری که جمهوری اسلامی داره اینه که بتونه این کشورها رو قانع بکنه با پرداخت رشوه در مجامع بین‌المللی مثل سازمان ملل به نفع جمهوری اسلامی رأی بدن. مثلا در شورای امنیت اگر هستن عضو هستن یا در مجمع عمومی رأی بدن. بعد شبکه‌های پولشویی، شبکه تأمین مالی برای حزب الله در سراسر آفریقا داره. بعد یکی دیگه از اهدافی که همیشه جمهوری اسلامی دنبال کرده دستیابی به اورانیومه. بتونه از اورانیومی که در چند تا کشوری که حالا بعداً نصف برم بتونه به اینها دسترسی پیدا کنه، تو چون در ایران به اندازه کافی اورانیوم نیست برای برنامه هسته جمهوری اسلامی. اینها در رأس فعالیت‌های جمهوری اسلامیه که در رأس این دوتا، یکی همین صدور واپسگرایی اسلامی و بعد تروریسم و نظامی مجموعاً، چه داخل آفریقا، چه برای کنترل به اصطلاح جنوب آسیا و چه در رابطه با شمال آفریقا و خاورمیانه. همین مسئله نظامی که فرمودین، حضور نظامی، با توجه به اون اشاره‌ای که من کردم به تنگه باب المندب و جیبوتی، این طرف یمن، اون طرف. ببینین از نظر نظامی بخوایم تفکیک بکنیم هر حوزه‌ای رو که شما توضیح دادین، از نظر نظامی جمهوری اسلامی ایران، حتی شاید بشه حضور تروریسم رو باز جدا کرد از این، از نظر نظامی موقعیت در جغرافیای سیاسی و جغرافیای نظامی همین تنگه باب المندب اهمیتش چیه؟ جمهوری اسلامی اونجا چیکار میکنه و چرا به جیبوتی اهمیت میده؟ چی داره براش؟ بله، عرض کنم که جیبوتی در زمان احمدی نژاد روابط تقویت شد، رشوه های فراوانی دارن. در گزارشات بین‌المللی که من دیدم صحبت صدها میلیون دلار رشوه‌ای که به جیبوتی دادن، یعنی سوا اینکه مجتمع تجاری ساختن، سوا اینکه مجلس رو براشون ساختن برای اجاره برخی از تجهیزات بندری در اونجا که نافچه‌هاشون برن، پول فراوانی دادن، سوای اون رشوه‌های فراوانی دادن. مهمش اینه که روبروی عربستان، روبروی یمن. ببخشید، میشه نقشه اون باب المندب رو دوباره نشون بدیم که بعد حالا بینیم سراغ کل آفریقا؟ ولی اون نقشه باب المندب رو نشون بدیم آقای دایی که دارن توضیح میدن، بتونیم ببینیم. بله، که ببینید اون بزرگترش میشه. بله همینه. بله، که این طرف جیبوتیه و بعد اونور عربستان، یمن و عربستان. بفرمایید. خواهش پایین، یعنی جنوب، اون نقطه قرمزی که ببینید پایینش در حقیقت آفریقاست و اون جیبوتی در اون نقطه قرمز قرار داره. اون طرف آب، اون طرف باب المندب یمنه، بالاتر از اون عربستانه. بنابراین از اونجا که جمهوری اسلامی سالهاست که در یمنه
براش بسیار مهم بود که بتونه تجهیزات نظامی رو از طریق جیبوتی به اون طرف آب یمن برسونه. یمن چه اهمیتی داره؟ یمن عربستان، تهدید علی عربستان، یعنی همون کاری که با اسرائیل کرده که تونسته از شمال اسرائیل در لبنان و از جنوب در غزه کنترل داشته باشه روی اسرائیل، اینجا میخواد رو عربستان کنترل و تهدید نظامی داشته باشه. این یکی از اهدافشه. یعنی معذرت میخوام، از این طرف میبره اسلحه و مهمات برای رسوندن به حوثی‌های یمن، بله، علارغم تصور اغلب ناظران که از این ور یعنی از عراق میرسونه به یمن، اساساً راحت ترین کار براش اینه که ببره جیبوتی و از طریق باب المندب برسونه به، بله، از یمنی ها. بله، این فرق داره. آب بگذره تا زمانی که جیبوتی بود، جیبوتی اهمیت درجه یک داشت و بیشتر هم از طریق آب میبره، طریق دریا میبره و پیاده میکنن. البته الان به بسیار پیشرفت کردن، الان اومدن حتی کارخونه تولید موشک اونجا زدن، قطعات رو میرسن اونجا سوار میکنن. ولی جیبوتی کجا؟ تو جیبوتی؟ نه خیر، ببینید جیبوتی تمام این کارهایی کرد، بندر گره، بعد از اینکه عربستان سعودی روابطش رو تقویت کرد، اون حتما پول بیشتری داد شاهزاده بن سلمان، این روابطش با جمهوری اسلامی قطع کرد. یعنی تمام سرمایه‌گذاری که دو جیبوتی کرد همه ریخت تو دریا، گفت دیگه شما اجازه ورود ندارید. بنابراین الان جیبوتی نفوذ نداره جمهوری اسلامی و الان میتونه از طریق دریا به یمن برسونه، ولی یکی از اهدافش یمن و عربستان بود. از طریق دریا یعنی از دریای عمان میرسونه؟ بله، میاد پایین میبره و اونجا صحبت از اینه که کشور عمان هم داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، یعنی تو خود عمان جمهوری اسلامی پیاده میکنه در بخشاش، از طریق زمینی از طریق عمان میبره. این یک مهمتر از اون، بالاتر از اون، استراتژیک تر اینه که باب المندب کنترل اون گذرگاه دریای سرخی که میبینید میره بالا تا آفریقا، بنابراین تمام شرق آفریقا در کنترلش، یعنی نه تنها عربستان رو میتونه مورد تهدید قرار بده، این گذرگاه در کنترلشه. بارها و بارها کشتی‌های حامل تسلیحات جمهوری اسلامی برای برای شمال آفریقا و ارسال نهاییش به فلسطین و غزه اونجا توسط اسرائیل و نیروهای بین‌المللی ضبط شده. بنابراین کنترل این نیروگاه بسیار مهمه. حالا سوای جیبوتی اگه بالاتر بیایم یه کمی از همه نیروگاه بالاتر بیایم، سودان بود ها؟ سودانه. سودان بالاتره. ببینید جمهوری اسلامی اونجا به عمرالبشیر پول داده بود، اونجا پایگاه زده بود در راستای همین کنترل دریای سرخ و ارسال اسلحه. بنابراین جیبوتی و سودان دو کشور عمده بودن، خیلی سرمایه گذاری که سرمایه گذاری کلانی کرده، پول داده، هر دو رو دست داده، هر دو رو دست داده. خب دو تا سوال. ببینید این یکی این که عکس، بله، عمرالبشیر، جنایتکار جنگی عمرالبشیر، بله، این عمرالبشیر که بله آقای امام سفیده که با رهبر معظم انقلاب صحبت داره میکنه، این آدم به عنوان جنایتکار جنگی تحت پیگرد شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه لاهه، اینا به دلیل اون کشتارهای قتل عام دارفور در واقع، حالا اون یکی از جنایتاش بود. ببینین چقدر این الان آخه یکی دیگه سر کاره و جمهوری اسلامی را پس زده، اصلا روابطشو قطع کرد. یعنی میخوام ببینم که چقدر عمرالبشیر جمهوری اسلامی رو چاپید و جمهوری اسلامی چقدر در واقع تونست دریافت بکنه به دلیل بابت هزینه‌هایی که در اونجا کرده بود، که بعد که عمرالبشیر عوض شد روابط با جمهوری اسلامی ایران کلا قطع شد، سودان قطع کرد. رابطه ایران و سودان چگونه بود و تا کی؟ بله، ببینید مهمترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در آفریقا بود و در اونجا کارخانه بسیار بزرگ اسلحه سازی، تولید قطعات موشک، خمپاره و بقیه چیزا در سودان. بله، در یارموک سودان. در سال 2012 اسرائیل اونجا رو بمباران وسیعی کرد و دنیا متوجه شدن که این کارخونه اسلحه بوده. برای خود سودان هم که تحت فشار بین‌المللی بود به خاطر قتل عام، جنایت علیه بشریت، یه پرونده زیم اضافه شد ولی اهمیت نمیداد، تا اینکه این دوره جدیدی که عربستان سیاست خارجی تهاجمی ضد جمهوری اسلامی، یه دقیقه مقابله با جمهوری اسلامی رو پیش گرفت، نزدیک شد به
سودان و سودان عذر جمهوری اسلامی خواست. صحبت این که چقدر در اونجا خرج کرده ما نمیدونیم، ولی توجه داشته باشید که برای دو تا کشتی که در بندرهای جیبوتی لنگر مینداختن صحبت از صدها میلیون دلار به جیبوتی بوده. بعد من شما میتونید حس بزنید که برای سودان همون که فیلمی که دیدیم که لاری جان بله اینا صحبت های صدها میلیون دلار رشوه و خرج در جیبوتیه. بعد من میتونید حس بزنید برای سودان که سالیان سال کارخانه داشته، از اونجا اسلحه به غزه و جای دیگه میفرستاده و سراسر آفریقا، میتونید حس بزنید چه پولی و چه نفت مجانی میتونسته به سودان داشته باشه. چی عایدش شد؟ کارخونه موشک و فلان اینا که شما تشریف ببرید، هیچی از جیب مردم ایران رفت خرج کرد برای عملیات تروریستی و نظامی، هیچی هم گیرش نیومد. و جیبوتی یعنی از پارسال به این طرف فکر کنم دو سال شده، دو سال الان چون این رفتن اینا سال 95 بوده، درست میفهمید؟ بله الان تقریبا فکر کنم دو ساله که روابط نیست، یعنی تمام اون فعالیت نظامی تعطیله تمام، یعنی جیبوتی و سودان تمام سرمایه گذاری کردن همه دود شد رفت. خب بذارین قبل از اینکه درباره کشورهای دیگه ازتون بپرسم، اینکه پس کجاست الان جمهوری اسلامی، بذارین اشاره بکنم باز به خرجایی که در یکی دو تا کشور دیگه میکنه و بعد خب ادامه میدیم مطلبو. یکی دیگه این کشور اوگاندا است، یه کشور آفریقایی دیگه که اونجا همه این کشورها به دلیل پایین بودن سطح خدمات درمانیشون به شدت نیازمند کلینیک و بیمارستان این چیزان، جمهوری اسلامی هم میره اونجا بیمارستان مثلا میسازه. بعد دکترهای بیمارستان صریح میگن که تکنولوژی پزشکی و دارو از ایران میارن تو این کشورها برای این مراکز. وزیر امور خارجه در کشور اوگاندا افتتاح بیمارستان 50 تخت خوابی ایران اوگاندا بود که از محل کمک های توسعه جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. 1.5 میلیون دلار برای ساخت و زیر ساخت های اون هزینه شده توسط وزارت امور خارجه. طرح تجهیزش توسط دوستان و سرمایه گذاران عزیز یک رقمی حدود 8.5 میلیارد تومان برآورد شده. بعد همه چی هم مجانی، البته نوش جون مردم نیازمند تو هر جای دنیا که هستن، ولی جمهوری اسلامی که این کاره نیست. اگه بود این وضع مملکت و فقر مطلق 25 میلیون نفر، این وضع درمانی مملکت و این وضع دارو در ایران و تو آفریقا، همه چیز جمهوری اسلامی مجانی. من برای ایران مدیکو کلینیک 13 سال کار کردم تا حالا. ما به مریض هایی که پول ندارند پول دارو میدیم و این سرویسی که از دکتر و از مشگاه و متخصصان هم بهشون سرویس میدیم. بعد ما میریم بیرون دارو هم میدیم به مثلا بیرون خارج از نایروبی میریم دارو میدیم رایگان. بعد مریض که میان اینجا اگر پول ندارن بهشون دارو میدیم، بهشون سرویس میدیم بدون شارژ. این مراکز شامل بخش‌های درمانگاه عمومی، آزمایشگاه. ببینین این وضعی که در اوگاندا هست که من نمیدونم چه نفعی داره برای جمهوری اسلامی، همین در کنیا هم هست. کنیا مخصوصا به دلیل یعنی همین بیمارستان ساختن و فلان، اصلا 3 تا مرکز درمانی تو کنیا داره فقط تو یه شهر. خب اینا کلی هزینه و میگم خودشون میگن آقا دارو این چیزا رو برمی‌داریم از ایران می‌بریم اونجا. مثلا وسایل بیمارستانی که تو ایران معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که بخشیشو شما میتونید مجددا استریت کنین استفاده بکنین چون تحریم شده، یعنی اینجوری کمربند رو بعد برمی‌دارن میارن اونجا. خب کنیا منتها یک ویژگی که داشته همیشه این بوده که جمهوری اسلامی هم کشف شده که اسلحه از اونجا ازش گرفتن، گروه های تروریستی و فلان اینها، و هم کنیا یکی از جاهایی که مراکز غنی معدن کنیا. میخوام ببینم که در این مافیای بین المللی در مورد معادن آفریقا
جمهوری اسلامی آیا توانسته است با این سرمایه گذاری الان به یه نقطه لااقل برسیم کنیا؟ تونسته چیزی برای منافع خودش، مردم که میدونیم که قربونش برن، برای منافع خود تونسته چیزی از کنیا دریافت بکنه؟ و اصلا در کنیا چیکار کرده، چه میکنه؟ ببینید راجع به بیمارستان اول شرکت، جمهوری اسلامی در 12 کشور هلال احمر بیمارستان زده، در بعضی از کشورها چند تا شعبه داره، یعنی چند تا بیمارستان در یک کشور داره. اوگاندا سواس، اوگاندا وابسته به هلال احمر نیست، ولی همه اینها مجموع خدماتی که میده. بعد جهاد سازندگی داریم، مهمتر از همه کمیته امداد هست، در خیلی از جاها کار میکنه. این سعی میکنه اولا نظر مثبت مردم رو جلب بکنه، دوم از دولت اجازه بگیره اون دیگر فعالیتایی که صحبت کردیم، یعنی ایجاد حوزه علمیه، مدرسه اسلامی و بعد عملیات تروریستی انجام بده. خب عملیات تروریستی علیه کشورهای خودشون در داخل اون کشور، در کنیا مثلا اشاره میکنین، بیمارستان زده دیگه، کلی داره خرج میکنه. درست. چندین بار اعضای سپاه قدس رو دستگیر کردن، به حبس ابد محکوم کردن، میخواستن سفارت اسرائیل منفجر کنن، میخواستن کارهای مختلف بکنن. بنابراین همه این خرجا رو کرده برای جلب نظر که بتونه دیگر فعالیت ها رو بکنه. اما از آنجایی که این فعالیت ها با هم متضاده، شما نمیتونید نظر دولت رو جلب بکنه که بیاد حوزه علمیه بزنید، بعد به در این حال یک کشتی حامل اسلحه شما رو اونجا کشف کنن. خب این روابط رو خراب میکنه. میاد تو سنگال حوزه علمیه درست میکنید، کارخونه میزنید، نیروگاه میزنید که دولت به شما اجازه بده فعالیت بکنید، بعد کشتی حامل اسلحه شما رو در بندر لاگوس نیجریه میگیرن که معلوم شده که میخواستید خمپاره و اسلحه رو بفرستید برای مخالفین دولت سنگال. و جالب اینه که با اسلحه های ساخت جمهوری اسلامی مسرسر و تو اینا کلی سربازان سنگال کشته شدن که سنگال روابطش با جمهوری اسلامی قطع کرد، همون جایی که متکی من چرا متکی رفته بود که احمد نژاد عزلش که در جنسر. مشکل جمهوری اسلامی مثلا، حالا باز یه نمونه برای اینکه روشن بشه قضیه، با مثلا حکومت سنگال، با دولت سنگال چی بود که به مخالفینش اسلحه میداد که بعدم باعث قطع روابط مثلا؟ خب این ماهیت آخونده، هر جا بهش رو بدن که بره میخواد کلش رو بگیره، میاد تو خونه طرف، بیرون هم نمیخواد بره، بهش اجازه داده دو تا حوزه علمیه بزنه، بعد هی رشوه داده، چهار تا کارخونه زده، میگه حالا که اینا که مخالفی دارن تو کشور همسایه دارن باش میجنگن، چی میدونه؟ یه وقت میبینه این مخالفین زدن حکومت گرفتن مثل یمن، ما تونستیم اونجا صاحب کشور بشیم. بنابراین همیشه هر جا به این اجازه دادن، اول یه مدرسه و یه حوزه علمیه، بعد میشه صابخانه. این اخلاق آخونده. ما خودم تو مملکت خودم تو 40 سال گذشته دیدیم کشور آفریقایی دارن تجربه میکنن. یعنی از کنیا چیزی گیرش نمیاد؟ هیچ. آخه ببینید درباره برنامه هسته‌ای، این نکته بسیار مهمه، من اشاره کردم که مرکز معادن، یکی از این معادن غیر از الماس، اورانیوم یکی از مراکزی است که معادن اصلیش در آفریقاست. بعد از خارج شدن آمریکا از برجام، خامنه‌ای اومد سخنرانی کرد، حالا یه که بشنم از سخنرانی خامنه‌ای رو بعد پیش بریم. سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام، فعلا در چارچوب برجام، مقدمات رو و آمادگی‌ها رو سریعا فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادند از همین فردا آغاز کند. فرمان پیشواست دیگه. ببینین میگه در چارچوب برجام 190 هزار سو، برجام کجا چه اجازه‌ای داده؟ بعد حالا اصلا کاری نداریم به بحث حقوقی قضیه، با کدوم مواد اولیه، با کدوم اورانیوم، با کدوم اورانیوم میخواد این 190 هزار سو، یعنی گازه، باید اورانیوم باشه تا گاز یو اف 6 هکسافلوراید تولید بکنه برای پمپاش کردن به سانتریفیوژا که غنی سازی بشه به اصطلاح. ببینین جناب آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی وقتی میخواست برجامو به رقباش در حکومت بقبولونه طبق دستور خود همین خامنه ای و روحانی، دو سه سال پیش میگفت
آقا اصلاً چون مواد لازم یعنی مشخصاً اورانیوم نداریم باید با آمریکا یا کنار بیایم و بریم سراغ برجام و خالی بندی نکنیم و اینا. بعد راجب مواد اولیه من اینو بارها صحبت کردم، الان یکی از نقاط ضعف ما مواد اولیه است که من بارها گفتم آقا همین امروز 190 هزار سومو داشته باشیم، همین امروز میدونید ما بیش از یک سال و نیم نمیتونیم دیگه دوام بیاریم، بعد از یک سال و نیم تمام صنعت هستی ما میخوابه، وقت نمیخندن به ما میگن 190 هزار سو ایجاد کردی، کسی هم که به ما ممکنه که بگه برو اورانیوم بخر، خب نمیفروشم، بله اگر باشه شرایط خیلی خوبه، وقتی که اورانیوم نیست، مواد اولیه نیست، 190 هزار سو من الان داشته باشم من چجوری ادامه بدم؟ فرض بکنیم اصلا الان ما 190 هزار سو رو داریم آقای کوثری، همین امروز داریم. خب ما از کجا اورانیوم بیایم 30,000 کیلو رو تبدیل بکنیم به غنی شده؟ چقدر اورانیوم داریم؟ میدونید شما؟ من دارم به شما میگم. در حدی داریم که من نمیخوام تعداد صنواتش رو بگم. تعداد صنوات بسیار محدود. بعد این 190 هزار سو بس دست رو دست بذاریم، همه چی متوقف میشد اون موقع. کل صنعت هستی شما متوقف میشد. کل صنعت هستی شما. برای اینکه ما مواد اولیه به اون صورت الان نداریم. پس ما الان 190 هزار سو به چه دردمون میخوره؟ 1,000,000 سو اصلا فرض کنید IR8 هم همین امروز داریم. 1,000,000 سو هم ظرفیت درست کنید. خب که چی کارش کنیم؟ چجوری راش میاندازیم؟ با کدوم اورانیوم؟ از کجا بیاریم؟ خب این صحبت‌های دو سال پیش. آقای دایی من هیچ حرفی نمیزنم، فرصتمون کمه. بفرمایید، هم درباره این صحبت ها هم اینکه مشخصا آیا الان در وضعیتی هست که بتونه اورانیوم رو تامین بکنه، چون نداره اورانیوم که بتونه، یا واقعا اون حرفای خامنه‌ای مطلق خالی بندیه؟ همش دروغه. ببینید، در مورد یکی از ابعاد فاجعه بار برنامه هسته‌ای و فعالیت جمهوری در آفریقا همین داستان اورانیومی که بهش پرداخته نشده. جمهوری اسلامی به اندازه یک سال یک نیروگاه، یا بعضیا میگن حداکثر 3 سال یک نیروگاه اورانیوم داره. بنابراین تمام اینا دکانه، دروغه. ما دنبال برنامه صلح‌آمیز هستیم، دروغه. اگه صلح‌آمیزی با دنیا آشتی بکنید، بهتون غنی شدهش بهتون میدن که قشنگ بتونید استفاده بکنید. یعنی مثلا میخوام بهتون میدن سوخت لازم رو براتون میدن برای نیروگاه مثل بوشه. حالا در 3 کشور ببینید، ما الان در جمهوری اسلامی 50 میلیون دلار در معادن مالاوی سرمایه گذاری کرد برای اورانیوم، درسته؟ در نامیبیا که بزرگترین معدن روباز اورانیوم جهانه، در اونجا سهم داشتیم که مربوط به قبل از انقلاب، که اصلا جمهوری اسلامی رو اجازه نمیدن برداشت بکنه. در کشور نیجر، یعنی نامیبیا، مالاوی و نیجر، یک کشور کوچیک بغل نیجریه، در اونجا جمهوری اسلامی بسیار رشوه داد و خرج کرد که بتونه از اونها بگیره. اونجا اورانیومش رو کشور فرانسوی کنتراکتور قرار داد داره، و جالب اینه که اگر هم میخریدن از نیجریه که بهشون هیچی نداد علی‌رغم همه این پولها، باید برای صادراتش، چون راه به دریا نداره نیجر، باید از بنین، یک کشور کوچیکی که پایینشه به دریا میومدن عبور میکردن، به بنین هم کلی رشوه دادن، روابط اقتصادی به قول معروف. یعنی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی و زیمبابوه، عوض میخوام یادم نره، دیکتاتور زیمبابوه که همسن جنتی که همین چند وقت پیش فعلا گفتن شما مرخص بشید، این دیکتاتور خوناشام رابرت موگابه 10 میلیون دلار به این دادن. برداشت من اینه که جمهوری اسلامی در آفریقا صدها و شاید میلیاردها دلار برای دسترسی به اورانیوم خرج کرد، یک مثقال هم گیرش نیامده. از آفریقای جنوبی چیه؟ آفریقای جنوبی در اون معادن مرکز اورانیوم، ببینید، در بیشتر در معادن نامیبیا شریکه، ولی برای آفریقای جنوبی قراردادی که MTN آفریقای جنوبی بست، برای ایران سل جمهوری اسلامی بست، یعنی ترک رو گذاشت کنار، ترک سل رو با MTN بست. یکی از دلایلش این بود که آفریقای جنوبی بیاد تجهیزات پیشرفته رادار برای موشک‌ها به جمهوری اسلامی بده، MTN وساطت کرده بود. این در اسناد رسمی دادگاه آمریکا هم هست، شکایتی که ترکیه کرد، و یکی این بوده، دوم دور زدن تحریم‌ها بوده، سوم رای بوده. یعنی آفریقای جنوبی اهداف متعددی داشته، و یکی دیگه‌اش اینه که شبکه‌های متعدد پولشویی جمهوری اسلامی در بنین در آفریقای جنوبی و خرید تجهیزات برای پهباد. همین چندی پیش یک شبکه حزب‌الله لبنانی‌های مقیم
آفریقای جنوبی رو دستگیر کردن که اینها تجهیزات پهباد می‌خریدن. جمهوری اسلامی در لبنان کارخانه تولید پهباد زده. یعنی شما ببینید که جمهوری اسلامی برای هیچ امری در کشور ما سرمایه‌گذاری استراتژیک نمی‌کنه برای امور مردم. در آفریقا، در همه جای دنیا، در جیبوتی، در یمن دراز مدت برای فعالیت‌های تروریستی، نظامی، هسته‌ای، صدور واپسگیری اسلامی از جیب مردم ایران میلیاردها دلار خرج می‌کنه. این کارخانه پهباد، قطعات پهباد، ساخت قطعات که در آفریقای جنوبی زده برقراره همچنان؟ نه، در آفریقای جنوبی تجهیزات میخرید برای سایران. سایران شریک ایران سله و این شبکه مافیایی وابسته به حزب الله هم قطعات پهباد رو میخریدن برای ارسال به لبنان و ارسال هم کرده بودن. اینا رو موقعی دستگیر کردن که این تجهیزات رو خریده بودن ارسال میکردن. یعنی تموم شد دیگه؟ بله، نه تموم نشد. کارخونه هنوز در لبنان داره کار میکنه، با پول ما البته داره کار میکنه. تجهیزات هم از طریقهای مختلف اینا دارن دریافت میکنن. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، ممنونم ازتون.